فیلمی بر اساس تونل ممنوعی در استرالیا. گلاسیا سلام، امروز پیشنهاد خودتون میخوام فیلم تونل مسئول 2011 کشور استرالیا رو بذارم که بر اساس داستان واقعی هم ساخته شده، ولی خب انگار خیلی قضیهش ممنوع بوده و برای همین وقتی پخش شده کلی داستان برای سازندش پیش اومده. قبل شروع فیلم یه درخواست دارم. من یه کانال گلاسیا گیم داشتم که قبلا توی کانال گذاشتم، میشه وقتی توش ویدیو قرار میدم. الان یه اکیپ میخوام جمع کنم که بازی آنلاین با هم دیگه بزنیم، 4 یا 5 نفرم قرار بشه. اگر گیمر پی سی هستید حتما یه کامنت برام بذارید یا به آیدی تلگرام گلاسیا مووی پیام برید، اونجا با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بریم فیلم رو ببینیم. حواستون اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم اخبار رو می‌بینیم و متوجه میشیم که کم آبی توی استرالیا خیلی زیاد شده و برای همین هم قراره که یه سری تونل‌های زیرزمینی که مدت‌ها پیش توی سیدنی بود رو دوباره کار بندازن. می‌خوان ازش به عنوان راه زیرزمینی آب استفاده بکنن. پول خیلی زیاد هم دولت به این قضیه اختصاص داده. حالا با شخصیت اصلیمون یعنی ناتاشا آشنا میشیم. ناتاشا یه خبرنگار رو قراره که این قضیه رو پوشش بده و در موردش گزارشی تهیه بکنه. به بیننده ها میگه که خیلی برام عجیب بود، بخاطر اینکه درست خیلی اتفاق خوبی ممکن بود بیفته و کم آبی برطرف شه، اما اکثر مردم مخالفش بودن چون میگفتن که خیلی از بی خانمان ها توی اون تونل ها زندگی میکنن و زندگیشون اینطوری نابود میشه. به هر حال دولت کارش جلو میبره و خبر میده که دارن تونل ها رو تخلیه میکنن، منتها کاملا درست پیش نمیره چون خیلی تونل ها پیش در پیشن و از اون طرف هم کاملا تاریکن. با این حال وزیر کشور اعلام میکنه تمام تونل ها تخلیه شدن، اما تمام مردم میدونن که قضیه دروغه. ناتاشا ادامه میده دولت خیلی مصمم بود که این کار رو انجام بده، اما یه رفعه همه چیز غیب شد، یعنی اصلا هیچ خبر دیگه این قضیه تو اینترنت پیدا نمیشد، هیچ چیزی هم بهمون اعلام نمیکردن. برای همینم هم ناتاشا خیلی مشتاق شده که قضیه رو پیگیری کنه و بفهمه دلیلش چی بوده. با تیم خودش یعنی 3 نفر به اسمهای پیت، استیو و تنگلز آماده میشن که یه گزارش تهیه بکنن. موقع تحقیق در مورد این قضیه با ویدیویی تو یوتیوب مواجه میشن که 2 نفر یواشکی وارد تونل شدن و از اونجا فیلم گرفتن. وسط گشتنشون یکیشون یه رفعه ناپدید میشه، اونی که هر چی میگرده پیداش نمیکنه. ناتاشا که مشتاق تر شده با رئیس شبکه‌شون صحبت میکنه و برنامه میریزه که این کار رو انجام بده و یه گزارش تهیه کنه. اونم میگه که پیت باید کارگردانی رو به عهده بگیره ولی قرار بره جای دیگه ای، اما با این حال مجبورش میکنه که با ناتاشا همکاری انجام بده و سر این قضیه هم بینشون بحثی شکل میگیره. خلاصه که دست به کار میشن و اول از همه به چند تا گرده همایی میرن تا از مردم در مورد قضیه تونل ها سوال کنن و متوجه میشن که همشون مطمئنن کلی بی خانمان هنوز اونجا وجود دارن. حتی ناتاشا با وزیر محیط زیست کشور صحبت میکنه و اونم میگه که نه هیچ خبری اونجا نیست و فعلا قضیه همطوری آروم آروم داره پیش میره. همه اینا باعث میشه که ناتاشا مطمئن شه دولت داره یه چیزی رو از بقیه مخفی میکنه. تو مرحله بعدی سراغ یه سری از بی خانمان هایی میرن که قبلا توی تونل ها زندگی میکردن. ازشون در مورد وضعیت زندگی توی تونل ها سوال میکنن و به یکیشون میرسه که ازش میپرسن کسی رو میشناخت اونجا گم شده باشه یا نه. این سوال گرفتی باعث عصبی شدن طرف میشه، حمله ای بهش دست میده و شروع میکنه به فریاد کشیدن. تو مرحله بعد ناتاشا مصممه که هر جوری شده برن داخل تونل ها و از اونجا فیلم بگیرن. منتها به هر کسی زنگ میزنه اجازه ورود به اونجا رو براش صادر نمیکنن. با این حال به دوستا و همکاراش دروغ میگه که رئیسمون هماهنگ کرده که بریم اونجا و کارمون رو انجام بدیم، اگه مشکلی پیش بیاد خودش همه چی رو بررسی میکنه. همین امشب هم با همدیگه به سمت ورودی تونل ها میرن. نگهبان اونجاست که بهشون اجازه ورود رو نمیده. بازم ناتاشا ناامید نمیشه. برای کمی گشتن یه سری حصار پیدا میکنه که با رد شدن از اون وارد تونل ها میشن. حالا صحبت های استیو رو میشنویم. اون داره میگه که همون لحظه ورودمون فهمیدم یه چیز کار اشتباهه، بخاطر اینکه حس خیلی عجیبی بهم دست داده بود. برای همینم از همون اول مشغول به فیلم گرفتن شدم تا ثابت کنم که ناتاشا ما رو مجبور کرده بریم اونجا، اگه مشکلی پیش اومد همه چیز تقصیر اونه. برمیگردیم به مستندی که ساختن. کمی که راه میرن همه جا دیگه خیلی تاریک و مجبور میشن چراغ قوهشون استفاده بکنن. حتی کم کم راهها پیچیده تر میشن و نقشه که از تونل ها دادن دیگه به کار نمیاد، بخاطر اینکه یه سری از راههای تونل اصلا توی نقشه وجود نداره. به هر حال راهشون رو ادامه میدن و بالاخره به جایی میرسن که کلی لباس و لوازم و خوراکی از آدمهای بی خانمان وجود داره. تاریخ یه سری از خوراکیها برای همین چند هفته پیشه و همین ثابت میکنه که دولت دروغ گفته همه اینجا رو تخلیه کرده. ناتاشا یه توضیحاتی در مورد تونل ها جلوی دوربین میده. میگه که اینجا در زمان جنگ جهانی دوم برای پناه گرفتن سربازها استفاده میشده. برای همین هم تخت و همه چیز وجود داشته تا بتونن مدت ها حتی ماه ها اینجا بمونن. با ادامه راهشون به جایی میرسن که شبیه یه چاه زیرزمینیه و همین بوده که باعث میشه خیلی آب زیادی اینجا وجود داشته باشه و دولت میخواسته از همین استفاده بکنه. یه رفه تنگلز که صدا بردار این مستند هستش میگه یه نویز خیلی عجیب و ترسناکی داره توی هدفونم میاد، اما هیچ کدوم دیگه شون نمیشنونش. هرچی میگذرم این صدا بیشتر روی مخ تنگلز میره. میرن جلوتر
و به جایی میرسن که یه زنگ بزرگ اینجا وجود داره. این زنگ توی زمان جنگ برای این استفاده میشده که اگه کسی حمله کرد سلاحشو بلند بکنن و همه مردم متوجه شن. ناتاشا ضربه‌ای بهش میزنه و صدای فوق‌العاده بلندش باعث درد گرفتن سر تنگلز میشه و هدفونو سری میندازه پایین. میگن چی شده و میگه همزمان با صدای این زنگ همون نویزه که میشنیدم خیلی بیشتر از قبل شد. بعدم میره تو اتاق کناری بلکه از اونجا بتونه جای بهتری برای قرار دادن میکروفون پیدا بکنه. استیو هم هدفونو برمی‌داره تا چک کنه که هر وقت صدا اوکی شد بهش خبر بده. همین وسط یه رفعی صدای فریادهای تنگلز رو میشنون و با سرعت میدونن تو اتاق کناری ولی دیگه هیچ خبری از اون نیست. دوباره مصاحبه ناتاشا رو میبینیم که هدفونش رو میذاره تا صدای همون لحظه رو بشنوه و صدای فریادهای تنگلز رو تو پس زمینه کاملا حس میکنه. خلاصه توی مستند میگردن دنبال تنگلز ولی پیداش نمیکنن و وقتی به اتاق قبلی برمیگردن هیچ کدوم از لوازم فیلمبرداریشون هم دیگه اونجا نیست. همشون ترسیدن ولی خب همچنان نمیدونن چقدر قضیه جدیه و پیت میگه حتما یه نفر ازمون دزدی کرده، برای همین باید کنار هم باشیم و از هم مراقبت کنیم. ناتاشا هم معتقده که حتما تنگلز میخواسته اذیتشون بکنه و لوازمشون رو پیچونده. با این حال دنبالش میگردن و بعد مدتی هم میشنن تا یکم استراحت کنن. یه رفعه صدای از طرف دیگه تونل میشنن و میرن اونجا که یه اتاقه و وقتی واردش میشن میبینن که روی دیوارها کلی خون و گوشت ریخته و چراغ قوه‌ای هم که دست تنگلز بوده همینجا روی زمینه. ناتاشا که دیگه فهمیده چقدر قضیه جدیه میگه باید همین الان از اینجا خارج شیم. ولی وقتی از اتاق میان بیرون متوجه میشن دوربینی که ناتاشا روی زمین گذاشته بوده جابجا شده. با کنجکاوی بازش میکنن تا بفهمن چه فیلمی گرفته و متوجه میشن یکی دوربین رو برداشته اومده توی ورودی اتاق از همشون فیلم گرفته و دوباره سر جاش قرارش داده. پیت دیگه خیلی وحشت زده است و میگه باید همین الان بریم بیرون، اما استیو که با تنگلز رفیق فابریک بودن میگه باید اول اونو پیداش بکنیم. دوباره شروع به گشتن میکنن و یه دفعه صدای فریاد مریو میشنون. برمیگردن و پشت سرشون همون نگهبانی رو میبینن که بهشون اجازه ورود به راهروها رو نداده بود. نگهبان میگه اینجا چه غلطی میکنید و اونا میگن دوستمون تنگلز گم شده و دنبالش میگردیم. نگهبان با شنیدن این جمله یه دفعه وحشت زده میشه و بدون هیچ کمکی راه در پیش میگیره و از اونجا میره بیرون. بقیه دنبالش راه میوفتن تا حداقل راه خروج رو پیدا بکنن که یه دفعه میبینن یه نفر سمت نگهبان حمله میکنه و اونو با خودش میبره. با سرعت به طرف دیگه میرن و توی اتاق پناه میگیرن و قایم میشن. دست استیو و موقع فرار زخمی شده که میبندنش و حالا که صدا قطع شده شروع به پیدا کردن راه فرار میکنن. اینجا به یه راهروی میرسن که دو تا راه مختلف داره ولی هرچی تو نقشه رو نگاه میکنن پیداش نمیکنن و دوباره گم شدن. پیت میگه که بیا همینجا بمونیم و قطعا رئیسمون که ازمون خبری نشنوه چند تا نیروی کمکی میفرسته. اینجا ناتاشا اعتراف میکنه اصلا به رئیسش هیچ خبری نداده و اون در جریان کارشون نیستش. حالا دعوای بین پیت و ناتاشا شکل میگیره. پیت در نهایت دوربین اونو برمیداره و ازش فیلم میگیره و میگه بگو که دوستمون به خاطر تو جونش رو از دست داده، بگو هممون قراره اینجا بمیریم چون فقط تو قصد اینقدر خودخواه باشی. ناتاشا همچنان مصمم و میگه ما میخواستیم جون چند تا بی خانواده رو نجات بدیم و مجبور بودیم که این ویدیو رو ضبط کنیم. وسط همین بحثشونه که صدای دیگه رو میشنون و به طرفش میرن. از اونجا که خیلی ترسیدن هم چراغ قوا رو خاموش میکنن که دیده نشن و فقط با دوربین دید در شب جلوشون رو میبینن. متوجه میشن نگهبان به یه جای بسته شده و چشماش حدقه بیرون زدن. داره ناله میکنه و حالش اصلا خوب نیست و یه دفعه همون موجودی که قبلتر گرفته بودش از پشت گردن اونو میگیره. به شکل وحشتناکی انقدر گردنش رو میچرخونه که کاملا برعکس میشه و جونش رو از دست میده. بلام یه دفعه میاد و زل میزنه به سه نفری که جلوش وایسادن. ناتاشا و پیتو و استیو پا به فرار میزنن و وسط راه ناتاشا متوجه دریچه‌ای به بیرون میشه. اونجا یه فریاد کمک سر میده اما از دوربین‌های امنیتی بیرون میبینیم که زیر اتوبانو هیچ کسی صداشون رو نمیشنوه. دوباره صدای موجود شنیده میشه و فرارشون رو ادامه میدن. یه لحظه که میخوان راهروی بگذرن موجود پای پیتو میگیره و میخواد با خودش ببرتش. ناتاشا کمک پیت میکنه و استیو چراغ قوه‌ش رو روشن میکنه که موجود هم که بهش نور میخوره پا به فرار میذاره و اینجا میفهمن نقطه ضعفش نوره. راهشون رو بازم ادامه میدن و به اتاق میرسن که توی اون کلی چشم گوشت و خون ریخته. یه دفعه چراغ قوه استیو خاموش میشه چون باتریش تموم شده. با سرعت عوضش میکنه که موجود بهشون حمله نکنه، اما همین که روشن میشه قبل از اینکه بتونن اطرافو نگاه کنن موجود حمله میکنه به پیت و استیو. ناتاشا هم از طرف دیگه فرار میکنه و همچنان دوربین دید در شبش دستشه که حالا موجود میاد سراغ اون. یه دفعه پاشو میگیره و همراه خودش میکشونتش روی زمین. در نهایت اونو به همون چاه زیرزمینی میبره که همینجا میبینیم پیت و استیو زنده موندن چون چراغ قوه‌شون روشن شده بوده. میان کمکش، نورو میندازن توی چشم موجود و ناتاشا رو از آب بیرون میکشن. پیت میره طرف موجود رو سرگرمش میکنه تا استیو بتونه ناتاشای زخمی رو از اونجا ببرتش بیرون. در نهایت خودش هم میاد ولی خب خیلی زخمی شده. همینطوری میدونن و اتفاقی به راهی میرسن که به متروی شهر میرسه و بالاخره از تونل‌های وحشتناک خارج میشن. پیت خیلی حالش بد افتاده روی زمین. ناتاشا سری گوشه یه نفر رو میگیره و به نیروهای امداد زنگ میزنه. اما روی صفحه نوشته میشه که نیروها دیر رسیدند و پیت به خاطر خونریزی داخلی و اتفاقی براش افتاده جونش رو از دست میده. تنگلز هم پیدا نمیشه و خونوادش همچنان منتظر برگشت اونن.
ناتاشا که زنده مونده از کارش استعفا میده و دیگه هیچ وقت طرف خبرنگاری نمیره، اما استیو همچنان به کارش ادامه داده. پرونده این اتفاقا توسط دولت و پلیس مختومه اعلام میشه و هیچ چیزی رو در اختیار عموم قرار نمیدن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطور که اول فیلمم گفتم، وقتی این فیلم پخش شد یه سری داستانای عجیبی پیش اومد. اولا که کلا این مستندات تونلی که قرار بود ببندن و بی خانمان ها توش بودن وجود داره، توی سیدنی هستش واقعا و توی جنگ جهانی دوم هم به عنوان پناهگاه استفاده میشده. منتها یه دوره‌ای که دولت قرار بود ببندتش خیلی داستانای عجیبی پیش میاد و کلا قضیه کنسل میشه و مدارکش هم کاملا محرمانه است. برای همین وقتی این فیلم ساخته میشه اول میگن یه مستند واقعیه، ولی کم کم از طرف دولت داستانای زیادی پیش میاد و میگن قضیه کلا تخیلی بوده. برای همین هم است که وقتی سرچش بکنید یه سری‌ها بهش میگن فیلم مستند، یه سری‌ها بهش میگن که فیلم تخیلی مستند. نظر شما چیه؟ به نظرتون داستانش واقعیه یا نه؟ خوشحال میشم بدونم. فیلم‌های پیشنهادیتون رو با هشتگ پیشنهادی برام بذارید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسیه.